ماما گوشی منو ندیدی؟ من ندیدمش. یعنی چی با کو؟ یه درش موسه. سلام دست منه. چند بار بهت بگم دست به این نزن ها؟ چند بار فرانکو بیا خوبی کن رو ما بولا برده شده جنوالی. درستتو بخون. کار نداری با من؟ شب زود بیا همه قرار دوره هم باشی. چه خبره باز امشب؟ حساب قراره بره دنبال مهتاب، با هم میان اینجا شام میخوایم شام باشیم. آشتی کنونه شیرین خورونه. حالا کی کوتاه اومد؟ بابای حق به جانب یا حساب قد؟ حالا نه بباره نه بداره، میان اینجا میشینن حرف میزنن ببینیم چی میشه. مهتاب کونی؟ رفته خونه دوستش درس بخونه. کدوم دوستش؟ نسرین دیگه. چند بار بابا باید بگه اون جایی نره ها؟ شلوغش نکن. چهار تا دخترن دوره هم نشستن دارن درس میخونن. شب زود بیا. نجار اینا رو برای چی چیدی؟ آخه بابا اینا که به درد نمیخورن. نگاه کن بری 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 نجار اینا رو برای چی چیدی؟ خب به من بگو قربونت برم. آخه این همه میوه لازم نیستش که عزیزم. خیلی باحالی. ایوه وای نسری ماما خوبه قرمونت برم. آره وای داره الان برای چی نفرشین؟ ببین یه آینه این بره قرمونت برم. چی موبایل؟ موبایل خیلی بده. خیلی بده دست دختر موبایل باشه. دختر نباید موبایل دستش بگیره. برای چی موبایل دستش بگیره؟ برای اینکه ور زنگ بخوره ها؟ برای چی موبایل میگیره دختر؟ من که دختر خوبی بودم. من خوب بودم همیشه خوب بودم. نیما تو مطمئنی؟ باشه بابا فعلا خدافظ. ای مرجان بفهمید؟ باباشو کی میخواد بده؟ وای خود غلط کرد. نمیدونستی چی رو نمیدونستی؟ اون که مامان بابای مرجان رفتم مسافرت. با من واسه مهتاب خیلی نگرانم. حرف نزن بابا. گفتم حرف نزن. آی سهرابی سلام. پویا هستم. خوب گوش کنی ببینی چی میگم. مهتاب تو مهمونی حالش به هم خورده، بردنش بیمارستان. خودم هم نمیدونم. سبا زنگ زد به من خبر داد. شما فعلا خودتونو برسونی بیمارستان تا بعد بفهمی موضوع از چه قراره.
خوش گذشت؟ بابا حرف نزن، برو تو. چی شده؟ بگو چی شده، بگو کجا بودی، بگو چقدر خوش گذشت. پرویز چه خبره؟ خانم تو به من بگو چرا بچه هم از اکس پارتی سر در بیاره؟ ایوا سبا بابا اصلا ازتون انتظار نداشتم. بعد از این انتظارشو داشته باش. پرویز صدا تو بیار پایین. دکتر چی شد؟ متاسفانه تو کماست. کما؟ ما برای چی؟ استفاده از قرصای روانگردان. قرص روانگردان؟ اصلا خواهر من توی خطا نیست. اشتباه نمی کنه آقای دکتر؟ نه جانه، مصرف کرده. تحویل بگی، تحویل بگی دکتر، تحویل بگی. این کمربند کی اختراع شده؟ من این سگکشو بوسم همین اینجاش بزنی زمین گاز بگیره. ما رو باش، ما رو باش، یه عمر آبرو جمع کردیم پشت این دکلش، سیم تعمیر کردیم، پدرمون در اومد، دخترمون مهتاب جون، مهتاب جون، حالا بفرما بفرما مهتاب جون. من که باورم نمیشه، راستشو بگو ببینم چی شده. سعید تو چرا اینجا نشستی؟ بودو به سر خوب، برو تو اتاق دستورتون بشون. مامان همون که بهتون گفتم دیگه، چرا انقدر کشش میدیم بابا؟ بچه رو نمیذاری من برم پیشش؟ برای اینکه محسن الان پیشش هست. من به محسن چی کار دارم؟ از بذار یه چیزی بخوریم، شاید بعدش با هم رفتیم. آخه تو اون مهمونی چی خورده که اینطوری مسموم شد؟ الهی از سر همون تخت ببرم، سر تخت کیسه. این چه حرفیه من؟ آدم بچه‌شو نفرین میکنه؟ ده مگه من به شما نمیگم؟ مگه 20 بار نگفتم بابا اینو نذارین بره بیرون. آقا با داد و بیداد که چیزی درست نمیشه که. حداقل دعا کنین دختر سالم از اون بیمارستان بیاد بیرون. به من گفت میره خونه دوستش درس بخونه. من از کجا میدونستم دروغ میگه؟ مادر مهتاب تو این ماجرا تو بیشتر از من تقصیر داری. اون نمیفهمی تو چرا اجازه دادی؟ آقا جون من، شما چرا همیشه باید همه تقصیرها رو بندازی گردن ماما؟ من کاری به حرفا ندارم، این ماجرا تموم میشه، من اول تو رو میکشم، بعد خودم رو میکشم، بعد اون خلاص میکنم. نه با تهدید کردن شما چیزی درست میشه، نه با کشتن کسی. شما فکر میکنی خودتو اذیت کنی همه چی حل میشه؟ نه آقا جون، خبر نداره. حرف نزن، تو یکی حرف نزن. تقصیر میکشم، بعد دست تو میکشم با قید سفوریت. باش آقا، من طبق معمول خفه خون میگم شما راحت شی. فقط میخوام بدونم که شما دست از این لجبازی و شک و بد اخلاقیتون ور میدارین. همین کارا رو کردین، مامان یک کلم هم نمیتونه باهاتون حرف بزنه دیگه. به همین کارا رو کردم جناب علی وکیل و دلوشه اینا رو بگو مامانت، بگو دیگه. پدر من کوچیکتم، همین الان تو گوشم هم بزنی به خدا من فقط دستتو میبوسم. این دو دقیقه به حرف پدر من گوش بده. میدونی چرا از 18 سالگی پامو تو این خونه دیگه نذاشتم؟ میدونی چرا وقتی دانشجو شدم دیگه نیومدم تو این خونه؟ به خدا همه دل و دین و حواسم اینجا بودش، اما ترسیدم خدای نکرده پامو بذارم اینجا، یه حرفی بزنم یا یه چیزی بگم. حسام نه، بذار خطبه قبل دستور رو بفرمایید. بفرمایید آقا، من حرمت نگه داشتم، منت رو سر کسی نیستم، شما پدرمی، بزرگترمی، احترامت واجبه، اما همین کارا رو کردی که ازت دور شدم. من چهار بدار هر کاری کردم برای مصلحت شما بوده، نبوده، بگو نبوده. یه به جای دانشگاه حقوق سر از جای دیگه هم در می آوردم، باز مصلحتمو خواسته بودین؟ آخه جناب وکیل چرا حالیت نمیشه؟ من سخت گرفتم، روزگارم اینه، آسون میگرفتم که شما باید با کاردگ از کف آسفالت جمعتون میکردم. پدر من یه چیز میگم بعدت نیاد. نمیاد، بگو. اما اگه ما کسی شدیم به خاطر سختگیری های شما نبوده، به خاطر رفتارهای مامان بوده. همین دیگه، همین مونده که رفتارهای مامانم باشه بزنی سر من. بابا جون من پدرم، من چدن که نیستم، دلم از اون بدبخت میسوزه، اونجا دخترمه، چرا حالیتون نمیشه؟ من میگم آقا با این آبرویی از دست رفته چه کار باید کنم؟ کجا پامو غلط میذاشتم؟ نمیدونم، هیچی نگم بهتره، خوبه؟ تو رو خدا شما باید زود برگردی.
فردا صبح از همین امشب بود. چند دفعه بگم تقصیر من نبود، به خدا تقصیر من نبود. دادش وکیلا منو میندازه زنده، تو رو خدا زود بیا، تو رو خدا بابا. باشه باشه. وای سلام حسین، اینجا چی کار میکنی؟ اومدم خونه یه دوش بگیرم دوباره برگردم. خیلی خوب، اگه رفتی تو دیدی مامان داره بیتای میکنه با خودت ببرش بیمارستان. فقط رفتی اونجا حواست باشه چیزی متوجه نشم. خیالت راحت باش. خدا حافظ. شیشه خرابه، بگو داش قضیه اون دخترها چی میشه؟ هیچی، میارن ازشون بازجویی میکنن. چطور مگه؟ هیچی هیچی. برو. حالا تو خیلی نگران اونا نباش، تو حواست به مامان باشه. شش 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 دار موضوع خود الو. سلام محسن، مهتاب چطوره؟ تو مهتاب کار نداری. شوش ببین چی دارم بهت میگم. هر کسی راجع به قرص ازت سوال کرد، تو هیچ چی نمیدونی. فهمیدی؟ هیچی. مگه چی شده؟ ببین تو کار نداشته باشی چی شده. اگه یه کلام راجع به قرص حرف بزنی تا آخر عمرت دست از سرت بر نمیدارن و میان دنباله. مگه نمیدونستم اون قرص چی کار میکنه؟ ببین چرت و پرت نگو با ما هم. آره ببین بچه زرنگ باهوش، بچه دبستانی هم میدونه این قرصا چیه. من نمیخواستم مهتاب اون قرصا رو بخوره. ببین اینا حرف مفته، بفهمن کار تو انداختن زندان رو خودت میدونی. پس تو چی؟ چی؟ من چی؟ تو اون قرصا رو به من دادی یا؟ ببین من قرصا رو به تو دادم که خواهر خودم رو بکشی؟ آره؟ ببین بعد این حرف تو رو کسی باورش میشه؟ محسن خیلی نامردی. نامردم که الان بهت زنگ زدم خبرت کنم پلیس میخواد بیاد سراغت. نه؟ دستگیرم کنن؟ نه بابا دستگیر چیه؟ پلیسا دارن میان واسه تحقیقات، کسایی که تو اون مهمونی بودن تو اون پارتی. دارن میان واسه تحقیقات. فقط هر چی از تو پرسیدن تو هیچی نمیدونی. فهمیدی؟ هیچی. محسن من میترسم. ببین مرجان تو فقط دهنت بسته باشه. میفهمی؟ بسته باشه. تو چرا مدرسه نرفتی؟ خواب موندی؟ بابا گفت دیگه نمیخواد بری مدرسه. حالا اون عصبانی بوده یه چیزی گفته، تو چرا جدی گرفتی؟ بلند شو زودتر آماده شو که به زنگ دوم برسی. نه شاید حق با باباست، من دیگه به درد درس و مدرسه نمیخورم، اصلا دیگه انگیزه ای هم ندارم. سبا اصلا میخواد بمیرم. دختر دیوونه، زود باش معطل نکن. این حرفا چیه میزنی؟ من خودم با بابا صحبت میکنم. سر حداقل تو خوب میدونی که بابا همه چیز منه. من بدون بابا یه روزم دووم نمیارم. به جون بابا، به جون بابا که بعد از خدا اولین قسممونه تا حالا دروغ نگفت. اصلا یاد نگرفتم دروغ بگم. خیلی بده، خیلی سخت به چیزی که نیستی متهم بشی. خواهری میدونی دق میکنم وقتی میبینم اینجوری داری عشق میریزی؟ نگران نباش، به خدا بهت قول میدم همه چی مثل روز اول درست میشه. خب؟ به قول بابا عیار عشق و محبت اینجور جاها معلوم میشه دیگه. بخند جون سحر بخند. مگه ما اینو به تو نسپردیم؟ تو کدوم بوری رفته بودی؟ خانم به خدا فقط دو سه ساعت رفتم، چه میدونستم اینطوری میشه؟ چه خبرته حالا؟ میگم چون تو خونه ای ما بوده میتونم از گردنم و نه؟ بسته زیر چشو چین میفته. آها آها گوشی گوشی مرجان، تو خواستی اونا بیان اینجا یا اونا خودشون خواستن؟ خونه همش کوچولو، نمیتونم بهبود توش دعوت کنم که. کار خودشون زیر با نمیان. آقا همشون موافق بودن همینجا باشه، همشون خودشون خواسته بودن. آره قربون، همشون خودشون خواسته بودن اینجا مهمونی بگیرن. بهش بگو مرجان اهل این بازی ها نیست، این وسط یکی همراش داشته، اصلا شاید خودش آورده. خاک تو سرتو با این دوستایی پیدا میکنی. میگم اونا خودشون آورده بودن. آره بنداز گردن خودشون، همون کسی که اون قرصو کوف کرده بوده. در ضمن مرجان گفت پدر یکی از اونها معتاده.
گوشی مرجان. پدر سهیل مروت. پدر سهیل مروت. به به دختر گلم، بابا میشه با تون صحبت کنم؟ چرا که نه، اما بذار بریشم. نه اگه امکان داشته باشه همین الان با هم حرف بزن. مگه نمیخواستی بری بیرون؟ چرا، ولی به اندازه 5 دقیقه صحبت کردن با شما زمان داره. 5 دقیقه. چشم. بسیار خوب، بنده در خدمتم. بفرمید. امکان نداره، شما بفرمید. حتما باید موضوع مهمی باشه. بابا شما به سبا اجازه ندادیم بره مدرسه؟ بله، چون دوستی با اون بچه ها برایش سمه. حتما دلیلشو میدونی. اونم یکی مثل بقیه بچه ها، یه اشتباهی کرده الانم پشیمونه. خودت خوب میدونی سبا تو سنیه که باید خوب از بد تشخیص بده. آره، ولی گاهی همین آزمون و خطا هاست که بچه ها رو بزرگ میکنه، مگه نه؟ آفرین، حرفای عالمانه میزنی. من فقط دارم حرفای بابامو تکرار میکنم، بابایی که همیشه به ما یاد داده برای حرفای صادقانه احترام قائل باشیم. درسته؟ درسته، اما این چیزی از گناهش کم نمیکنه. بابا جونم، سبا اشتباه کرده و بچگی، گناهی نکرده. الان احتیاج داره به محبت و گذشت پدری که همیشه و همیشه شکر خدا در کنارش بوده. خدا رو شکر تو هم از زبون کسر نمیاری. معلومه که از زبون کم نمیارم، چون شاگرد خود شما بودم و به قول همین بابای مهربون و دلسوز که از قول حافظ همیشه میگه چی؟ نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. بابا جونم، صبا همیشه نوید روزای خوش براتون بوده، مگه نه؟ و سحرم مایه آرامش پدر، دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادی، و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادی. دیرت نشه مایه آرامش، من که دیرم شد. بابا بگو، بابا عجله دارم، دیرم شده. اگه پلیس اومد دم خونه چی کار کنم؟ تو از کجا میدونی قرار پلیس بیا؟ میگم که شاید یه هایی نمیدونم چی، یا شاید یه دفعه بیاد دیگه، من چی کار کنم؟ اون رو بذار به عهده وکیل، خودش میگه چی بگی. همین اگه همین الان اومد چی؟ با من میترسم. حالا رو تمام مشکلات چیه؟ پوله. برو دخترم کنم، با دیرم شد دخترم، خداحافظ، حل میشه. چیه اسمایی؟ چطه؟ مسود بدبخ شدیم همین سکه ها تقلبی بود، هرچی داشتیم و نداشتیم دود شد. تنها شدیم ها؟ آی این مهتاب که اونجوری تو بیمارستانه، مرجان هم که مطمئنن ترسیده. یعنی سبوش رو نایمده این ماجرا سر دراز داره. میگم اگه این خبر تو مدرسه بپیچه چی میشه؟ یه دهنت وانشه ها. نه بابا بچه شدی؟ خب ولی شانس آوردیم این مدرسه هیچ کس اون مهمونی زهرماری نبودا. آره والا لطفا اجازه بدین این مجوز رو بدم خدمت. خواهش میکنم، متشکرم. حضور آقای حیدری از طرف حراست منطقه خودش حکم ابلاغ رو داره. راستی آقای حیدری، من باز هم از شما متشکرم که ورودتون رو تو مدرسه سعی کردین یه جوری باشه که خیلی جلب توجه نکنه. من اجازه دارم به خانواده بچه‌ها خبر بدم دیگه؟ لطفا بعد از انجام تحقیقات. ممنونم. بله حتما. خانم خلوصی، اسامی رو که براتون میخونم محبت بکنیم بگیم بیان دفتر. سهیلا مراقبت نکنه اومدم ما رو ببرن. گفتم این ماجرا سر دراز داره.
تازه اولشه. چیکار کنیم؟ بریم. بیا مامان یه خورده از این آب قنده بخور گلو تازش. اینقدر آیه یه است نخون. حسام جا اگه خدایی نکرده زبونم لالی اتفاقی برای مهتاب بیفته من نمیمونم، قبلش میمیرم. الان مگه با این کاری که شما داری میکنی حال مهتاب خوب میشه؟ ای بابا به جای این کاری بشه یه خورده دعا کن. بابا نفوذ مادریت استفاده کن. دلم خیلی شور میزنه حسام، خیلی شور میزنه. خدایا دخترم رو به خودت سپردم، دخترم رو به برگردون. بقیه رو کی دعوت کرده بود؟ ما که کسی رو نمیشناختیم، مرجان دعوت کرده بود دیگه. کسی دیگه ای توی اون مهمونی بود که یه رفتار غیر طبیعی داشته باشه؟ کسی دیگه نه نه، منم کسی رو ندیدم رفتارش غیر طبیعی باشه. قبل از این که این اتفاق بیفته مهتاب سهرابی با کی بود؟ من اونجا نبودم. یعنی چی؟ شما تو مهمونی بودی یا نبودید؟ توی مهمونی بودم ولی اون موقع اونجا نبودم، ندیدم که پیش مهتابه. پس کجا بودین؟ من سوا دوستم، وقتی دید مهمونی خودمونی و ساده نیست میخواستم اونجا بره. من رفته بودم بیرون داشتم باهاش صحبت میکردم. بالاخره برگشتی تو؟ بله. مهتاب رو با کی دیدی؟ بابای کلاهبردارت بگو بیاد پایین. ببین رفیق، تو الان 10 دفعه سمیدم خونه ما، کسی هم خونه نیست، کسی خونه نیست. فکر میکنی دروغ میگم؟ بیا بالا، بیا بالا بگرد ببین کسی نیست دیگه. خونه نیست یعنی چی؟ به اون بابای هفت خطت بگو ببین بیا پایین. من از اینجا تکون نمیخورم، اینقدر میام تو این باباتو بگیرم. بهش بگو اینو. ببین آقا دوست عزیز، من یه پیشنهاد دارم. شما خودشو پول کنی فکر کنم زودتر به نتیجه میرسی. آره، شب عالی متعالی. سلام. سلام. ببین زنگ زدم بهت بگم امشب حساب کتابای مغازه موندن دیر میام خونه. شما نگران نباشین، شامتون رو بخورین. خداحافظ. خانم من همه کار رو انجام دادم، میتونم برم؟ فردا میای سر راه از سوپر هرچی خواستی بگیر، بعد نیا بگی خانم اینو نداریم اونو نداریم. چش خانم. بهش گفتم خودسرانه کاری نکنه و چیزی نگه. با منم تلفنی صحبت کردن، چند تا سوال کردن. ممنون، جبران میکنم. خدافظ. حالا هممونو میبرن دادگاه؟ مگه جنایت کردی که ببرن دادگاه؟ هیچ جایی نگرانی تو بجون، همه چی درست میشه. فقط باید یه کاری بکنی، یه چند وقتی به دوستات رابطت کمتر کنی، اصلا رابطه نداشته باشی. بابات راست میگه، حیف تو نیست با این بچه ها بخوای رفت آمد کنی. سلام. سلام علیکم. کجا میری؟ تو اتاقم. باورم نمیشه، بچه ای من؟ میدونم، برای همینه دیگه تو باورتون نیستم. هنوزم دارم فکر میکنم کجای معادله زندگیم غلط بوده و اشتباه کردم، ولی نمیفهم. بابای شما اشتباه نکردی، من نفهمیدم و اشتباه کردم. ولی بابا تو این اشتباه جا برای گذشتم بود، نبود. گذشت؟ اینقدر گیج شدم که جایی برای گذشت نذاشتی. بابایی
شما خودت مزه گذشت و به ما چشوندی، شما خودت یادمون دادی آدم رو ببخشی. چطور میتونی منو نبخشی؟ چطور میتونی از اشتباهم نگذری؟ بابا منو نگاه کن، با من نگاه کن، با من بزن، تو رو خدا منو بزن بابا، بزن تو گوشم، تو اتاق حبسم کن بابا، هر کاری دلت میخواد بکنی بکن، ولی تو رو به روح مامان، تو رو به روح مامان با هم قهر نکن بابا. من که به جز شما کسی رو ندارم بابا، خیلی دوستت دارم، تو رو خدا اون نگاه مهربونت ازم نگیر، من بدون اون نگاه میمیرم بابا، تو رو خدا منو ببخش. خدایا من بچه هم حتی بخوام، من هم هم یه دختر چرا قبلا به من نگفتی؟ میخواستم بگم ولی تو که هیچ وقت خونه نیستی، وقتی هم هستی همش میخوابی. دروغ میگم؟ نه، فقط میخواستم بگم که اگه یه وقت پلیسی چیزی دیدی اومد در خونه جا نخوری، نگران نشی. خب؟ پلیس برای چی؟ اونا همه سوالاشون رو تو مدرسه پرسیدن. نه بابا، واسه همین طلبکارای بابا، یه دفعه پلیس برمیدارن میرن در خونه، آدم چه میدونه؟ بابا هم که همش خرابکاری میکنه. چی بگم؟ این همه ماجرا بود. تا حالا چرا چیزی از این موضوع نگفته بودی؟ خب بیشتر از این چیزی نبود که بگم. چیزی نبود؟ حیثیت خودتو ما رو به بازی گرفتی. اون دختره بدبخ اون گوشه داره میمیره، اون وقت میگه چیزی نبود؟ تو اصلا معلوم هست چته؟ هیچ میدونی اگه بلای سر اون بنده خدا بیاد یه عمر پات گیره؟ شما بابات معتاد بوده، درسته که الان ترک کرده، خیلی خوب، اما همین این یه سرنخی میشه که پلیس بیاد سراغمون. به من چه که بابام معتاده؟ خوبه شما قاضی این پرونده نیستید و اینا تا حالا سر من بدبخت بالای دار. خیلی جالبه، ما دلمون داره مثل سیر و سرکه میجوشه، این خانم داره همینجوری ریز درش برامون میکنه، مثل اینکه اصلا متوجه نیستی یه نفر داره میمیره، یه عمر آبرو داره بابات فنا میره، حداقل سعی کن برای چند دقیقه هم که شده منطقی بکنی. خیلی خوبه، خودتون میبری، خودتون میدوزی، یه باره که میگید من بدبخت فلک زده قاتلم و خلاص دیگه، بیاید منو بکشید. اصلا میدونی چیه احمد آقا؟ اگه من باعث آبروریزی شما و خانوادتونم باشه اشکالی نداره، من همین الان از اینجا میرم. بشین سر جات. حالا که گذر پس من از اون شب تا حالا چی دارم به شماها میگم؟ به خدا، به جون بابا من اصلا خبر نداشتم. به هر حال احتیاط شرط عقل، تو هم که دختر عاقلی هستی. بله، اونقدر عاقل هستم که بدونم برای چی منو رسوند. سبا یه دقیقه وایسا، دادم رفت بهت بگم خواهرت قرار بیاد دنباله، میخواین با هم نهار بریم بیرون. خدا رو شکر که دختر من انقدر عاقل هست که سراغ اینجور کار نره. مشکل از جای دیگه است. مشکل کجاست خانم کوشکی؟ مهمونی تو خونه شما بوده. پس ببخشید، اگه تو این مدرسه از این آتش‌خاله پیدا شد که اتفاقا هم میشه، پس همه کارمندای این مدرسه باید خلافکار و مجرم باشن دیگه، نه؟ ببخشید خانم کوشکی، مثل اینکه شما شدین شاکی و ما هم متهم. آره؟
آره واقعا جالبه خانوما. یه بار دختر شما با آبروی خواهر من بازی کرد، گفتن چیزی نگو، گفتم چش. این دفعه با جون خواهرم بازی کرده، بعد شما نشستی رو اون صندلی از ما طلبکارم هستین؟ عجیبه ها. میدونین آقای سهرابی، ببخشید، من فکر کنم خدای نکرده خدای نکرده باید مهتاب فوت میکرد تا شما متوجه عمق قضیه بشید. ببینید خانم محترم، من نفهم نیستم اما نمیتونم باور کنم، یعنی اصلا باورش برام سخته که دخترم. اگه یه مقدار دقت و توجهتون رو بیشتر بکنین خانم، حتما متوجه میشین و به باور میرسین. نه خانم، به دقت کردن نیست. شما باید جای خواهر من، الان دخترتون رو تخت بیمارستان خوابیده بود، با مرگ دست و پنجه نرم می‌کرد، اون وقت بهتون میگفتم باورتون میشه. یعنی بهتر زودتر برم تا خودم هم مجرم نکردم. کار نداری با من؟ حواست به بچه‌ها باشه. نگران نباش، من میرم. رحیم، غذا براتون درست کردم، گرم کنیم بخوریم. بسیار، خداحافظ. کار من و تو که نیست، سبا هم که مال این حرفا نیست، مهتاب هم که خودش این بلا رو سر خودش نمیاره. پس جای مهتاب خالیه. آره، خدا کنه زودتر حالش خوب شه. بعد بلای سرش اومد. این بلا رو تو سرش آوردی. من؟ شایدم تو. نگفتی از مدرسه قبلی چرا اخراجت کردن؟ دختری بیشور. چه خانم، آخه تو کلاس ما دعوا شده. کی با کی دعوا کرده باز؟ مروت با کوشکی. خبرتونه؟ یعنی خونش جنگی افتادیم به جون هم دیگه. چی شده؟ سهیلا خانم، ما کاری نداشتیم، اون یهو پرید رو ما. برای چی میرین دفتر؟ بجام بجام سهیلا، همه اینو زیر سر توه، برو بشینین شما هم. بابا من که فرار نکردم، اگه در رفتم برین برای مأمور بیارین، من حی و حاضر اینجا. اگه ما اینجا نبودیم که در میرفتی. بابا استغفرالله، این حرفا چیه میزنید؟ هممون کاسبیم، مشکل دیگه برای هر کدوم از ما ممکنه پیش بیا دیگه. نه اینجوریش آقایون، بیاد بریم تو، هر چقدر نقد داره تقسیم میکنیم، بقیه‌ش هم خورد خورد میگیریم. اینجوری بهتره. کجا آخه بابا؟ چرا آخه اینطوری که نمیشه که، مگه من فرار میکنم؟ سلام. پس چرا برگشتی؟ اومدم، چک نیستم که برگشت بکنم، رفتم خونه دیدم بچه‌ها اصلا خوابم نمیگرفت و پاشم اومدم، اومدم تنهایی، بعد کاری کردم، ساندویچ میگی بخور. من که چیزی از گلوم پایین نمیاد. بخور، درست میشه، اونم حالش خوب میشه. چطور حالش؟ همونطوری. چیزی نگفتن دکترها؟ مگه نگفتی کلا بردارو بگرفتن؟ آره، ولی اون که پول نمیشه، همه هست و نیستمون به باد رفت. از اون روز بابام همش دنبال کارهای بدهیاشه، اصلا خونه نیست. نیما هم که معلوم است تو این هیرووی کجا رفته. یادت مامانه چقدر نگران نیما بود؟ هم گفت مواظب این پسر باشیم، مواظبش باشیم. چقدر هم که تو مراقب بودی. خب دیگه چی کار کنم سهیلا؟ اون به حرف من گوش نمیده. فکر کنم آبجیمه، اونم که هر موقع هوا تاریک میشه نگران من میشه، دل شور منو میزنه. خوش باره، خوش باره، من خواهر بزرگتر بشه. کی چی که سینجینت کنه؟ بالاخره هم زبونه. مراقب باش. تقصیر خودتو داشتم، میگفتی بس خواهرت میخواه، یکی دیگه بهت میدادم. اینا چی؟ دوز داره. حرف دهنتو بفهم. اگه یه مو از سر خواهرم اگه یه مو کفشه چی میشه؟ یه مو دیگه جاش در میاد. بعدم چیکار میخوای بکنی؟ میخوای بری خودتو لا بری؟ بابا داداش دوست بشین ما. فهواره پیزی. ای بابا رفیق خوش. اینا چیه؟ چی؟ گفتم گنده‌شو بیار. بابا بزرگیش نیستش دیگه، همش انفرادیه، چیکار کنه خب؟
انفرادی انفرادی تو عشقه انفرادی و مرغه عشقه لشو بیار تازه دیشب یه چیز دیگه هم یادم افتاد. مهتاب از اون شربتی خورد که دست من بود. خب اون شربت و مرجان. ببین من دیشب شربت میخوردم، اوورد به من مرجان شربت داد. آها، بعد بودو بودو مهتاب اومد و شربت از دست من قاپید. یعنی قرص رو توی اون شربت حل کرده بودم. دقیقا، چون بلا فاصله بعدش مهتاب حالش بد شد. مطمئنم میخواسته تو اون شربت رو بخوری. آره اصلا تمام این نقشه رو کشیده بود که من اون شربت رو بخورم. یعنی حاضرم قسم بخورم حالا تحتوشم در میارم. وایسا جناب آقای پویا، ما میخواییم که مشکلات بچه ها رو حل بکنیم، اما نمیتونیم کاری با مشکلات بیرون از مدرسه بچه ها داشته باشیم. مشکلات اجتماعی، بهداشتی، جسمی، روحی، همه اینا رو که ما نمیتونیم اینجا حل بکنیم. خانم فانیان، ما همین که توی مدرسه مراقبشون باشیم کاریه کارستون. مگه چند ساعت از روز و بچه ها تو مدرسه هستن؟ ما نباید اجازه بدیم تو مدرسه مواد پخش بشه. بله، ولی مشکل جای دیگه است. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم باید جوری برنامه ریزی بکنیم که بچه ها یاد بگیرن به سمتش نرن. تا اون موقع که کلی از بچه ها اعتیاد پیدا کردن. خانم شما یه لطفی کنین از اون لیست اسامی بچه ها که تو مهمونی بودن ببینید کدومشون ممکنه طرف قرص و اینجور چیزا بره. من راجع به این بچه ها نمیتونم همچین اثر نظری بکنم. شاید من بد گفتم. شناختتون نسبت به این بچه ها چجوریه؟ این نسرین پاکدل این روزا یه مقدار مشکلات روحی روانی داشته و به سهیلا مروبت هم دست کمی از اون نداشته. خانم پانیا شما بی زحمت یه نگاهی بندازید. مرجان کوشکی همون خانمیه که تصویر شما رو بلوتوث کرد. آها، پس یعنی یه جورایی از همشون شیطون تره. البته از همه بی‌پرواتر سهیلاست. من معتقدم که ما نباید تو این مدرسه دنبال متهم بگردیم. بله. سلام، بفهم. که خب به سلامتی، چقدر خوب که این زنگ زدین، خوشحال شدم. باشه باشه چشم، میرسونم خودم. خداحافظ. به سلامتی، مهتاب هم به هوش اومده. الحمدلله، خدا به شکر. این خبر خوبیه. برنشو برسونمت بیمارستان، بعدم به این مسئله رسیدگی میکنم. ببخشید. حسام. سلام ماما. سلام پسرم. دخترم ما چقدر بدشانسیم تو هنوز زنده ای که. حسام بفرمایید. حالت چطوره؟ بد نیستم. خیلی خوب. چه خبر حسام؟ خبر است. ما میدونین چرا اینجوری شد؟ چرا؟ میخواد قرص نبود، از ترس بابا بوده. مگه بابا لوله خورخوره است؟
نه اصلا نه از دست شما بچه ها. آخره